بیش از 100 هزار نفر از باشندگان شهر کابل در اعتراض به تقلب سازمان یافته توسط کمیسیون انتخابات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به جاده های پایتخت ریختند و دست بر راهپیمایی گسترده زده و در کنار ارگ ریاست جمهوری تجمع کردند. مرگ به تقلب کارا، مرگ بر ارگ نشینا، رئیس جمهوری منتخب ما دکتر عبدالله عبدالله، مرگ با متقلبین. حضور دکتر عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی، صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، انجینر محمد خان معاون اول دکتر عبدالله عبدالله و شمار دیگری از اعضای این تیم در این کارناوال خیابانی از سوی معترضان با گرمی استقبال شد. هرچند مخالفان تیم اصلاحات و همگرایی پیش از این شایعه پخش کرده بودند که رهبران تیم اصلاحات و همگرایی مردم را به اعتراض فرا می‌خوانند و خودشان در این اعتراض‌ها حضور نمی‌یابند، اما حضور رهبر تیم اصلاحات و همگرایی در میان مردم و امرایشان در سر دادن شعار با معترضان این شایعه را غلط ثابت کرد. رهبران تیم اصلاحات و همگرایی پس از نزدیک به یک ساعت توقف در چارای پشتونستان در میان موج مردم به سمت چارای ملک اصغر حرکت کردند. آنها در میان معترضان جاده مقابل وزارت خارجه را پیموده و توقف کوتاهی در چارای زنبق داشتند. استاد آجی محمد محقق معاون دوم تیم اصلاحات و همگرایی نیز در چارای زنبق با کاروان بزرگ مردمی که از غرب شهر کابل حرکت کرده بود و دیگر همراهان سیاسیش پیوست. معترضان خواهان جداسازی آرای پاک از آرای ناپاک شده و حکومت را نیز شریک تقلب های سازمان یافته به نفع یک نامزد مشخص خواند. معترضان کابل با سردادن شعارهای مرگ بر تقلب کاران تاکید کردند که تا رسیدن به خواست های قانونیشان استادگی خواهند. معترضان ضمن اعلام حمایت قاطع از موقف اخیر تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله رهبر محبوبشان را در جاده های شهر کابل با شور و هلهله تا رسیدن به اقامتگاهش در بارستان همراهی کرد.